Hallelujah, hallelujah, hallelujah. هللویا زنان سپاس خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال خالق آسمان و زمین را که باز هم فرصت را فراهم کرد تا من و شما خوبان با هم صحبت کنیم. بنده داود نصارا همسایه شما خوبان هستم. خدا را شکر میکنم که باز هم خدا فرصت را فراهم کرد که من به شما خوش آمد بگم به برنامه خودتان. عیسی تنها راه نجات. خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال تنها راه نجات است. چرا خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال تنها راه نجات است؟ چون او خدا هست. از آن تنها او خدا هست، تنها او خالق آسمان و زمین است. وقتی که ما کلام خدا را میخوانیم، در کلام خدا چنین میفرماید، در مورد خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال خالق آسمان و زمین میگه که در گذشته خدا از طریق انبیا با پدران ما صحبت کرد. کلام خدا میفرماید اما در این ایام آخر، میگه در گذشته خدا بارها و از راه‌های گوناگون به واسطه پیامبران با پدران ما سخن گفته است. این پدران ما اینجا هست که در گذشته خدا صحبت کرده، میگه اما در این ایام آخر به واسطه پسر خود با ما سخن گفته است، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطه او جهان را آفرید. چرا خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال، عیسی تنها راه نجات؟ چون او وارث جهان است، چون او خالق آسمان و زمین هست. اینجا میگه که جهان را به واسطه او آفرید و او فروغ جلال خدا و مظهر کامل ذات خداست و همه چیز را با کلام نیرومند خود نگه می‌دارد. او پس از پاک کردن گناهان به دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست. این است که خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال تنها راه نجات است، چون تنها او در عرش برین هست. تنها خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال هست که در عرش برین بنشسته. قبل از اینکه خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال در موردش ما بخوانیم که در عرش برین بنشست، میگه او بعد از پاک کردن گناهان ما، یعنی در روح ما قربانی شد و گناهان ما را پاک کرد و بهای رهایی ما را پرداخت کرد، و در عرش برین به عنوان پادشاه عظیم و برادر بزرگ ما و خدای انسان در جسم انسانی در عرش برین بنشست. برای اینکه عیسی تنها راه نجات است. آیا خدای دیگری هست که در عرش برین باشد جز عیسی مسیح؟ آیا خالق دیگری هست جز عیسی مسیح؟ آیا خدای دیگری هست که در راه انسان قربانی گناه شده باشه؟ آیا خدایی هست که مرگ انسان را شکست داده باشه؟ نه خیر، تنها عیسی هست که تمام این کارا را انجام داده. پس ما شما را خوش آمد میگیم به برنامه خودتان. عیسی تنها راه نجات، چون او خدا هست. از آن خوش آمدید به برنامه خوب خودتان. و خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال امروز این فرصت را فراهم کرده که در مورد این خدای عظیم ما از انجیل لوقا با هم بخوانیم و بررسی کنیم. خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال آمد، وقتی که در میان ما مسکن گذاشت. خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال، کلام خدا میگه او در عرصه جسم، در عرصه جسم قابل، یعنی وسوسه شد، در عرصه جسم در آزمایش قرار گرفت. امروز میاد که خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال که تجربه هایی را که ما در یک جاها تجربه میکنه مورد آزمایش قرار میگیره، خدا وقتی که انسان شد، انسان حقیقی شد عزیزان، یک تظاهر نکرد. در جایی که ما در آزمایش قرار میگیریم، خدا خودش رو در معرض، وقتی که انسان شد، در اجازه داد که در معرض آزمایش اون وسوسه ها قرار بگیره، ولی او خدا بود، گناه نکرد. ما رو به همین فراخوانده و میاد که در مورد این بیشتر صحبت کنیم که چطوری خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال جواب این وسوسه ها رو داد، جواب ابلیس وسوسه گر رو چطوری جوابش رو داد و ما چه درسی از این میگیریم که خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال وقتی میگه راه من هستم، ما پای خودمون رو جای پای خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال قرار بدیم. و برادر بسیار عزیزمون برادر فؤاد هست که ما رو اینجا هدایت کنه که وقتی خدا انسان شد، در میان ما مسکن گزید، در جسم انسانی، در مقام انسان، در آزمایش هایی را که انسان قرار میگیره خدا قرار گرفت، و ما چی سرمشق داد که ما مثل او رفتار کنیم. خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال با شما باش. از انجیل لوقا باب 4 با هم قرار کلام خدا را بررسی کنیم. پس کلام خدا دستتون باشه، با ما باشید، از برنامه خوب خودتون لذت ببرید. هللویا، خیلی خوش آمدید. ممنونم. منم شالوم میگم، شالوم پدر آسمانی، فیض عیسی مسیح ناصری و مشارکت، رفاقت، حضور و پوری روح القدس با شما فرزندان خداوند باشه.
شکر میکنیم خدایی رو که به واسطه عیسی مسیح اجازه داده ما فرزندان او خوانده بشیم، به واسطه حضور روح مبارکش در درون ما از این اطمینان برخوردار هستیم که ما فرزندان او هستیم. عیسی مسیح اگر ما او رو خداوند میخونیم، چون اون کلام خداست که از ازل با خدا بود، در خدا بود و او خدا بود، یوحنا در موردش اینجوری شهادت میده، و خداوند تمام هستی رو به کلامش آفرید و کلام خدا که از ازل با خدا بود جسم پوشید و روی زمین اومد و انسان شد، همونطوری که برادرم داوید بیان کرد، عیسی مسیح انسان شد تا اون تاج جلال رو که خدا بر سر آدمی قرار داده بود و ابلیس ازش دزدیده بود بتونه از ابلیس پس بگیره، عیسی مسیح اومد تا 100% انسان باشه، تا انسان بودن رو به آدمی نشون بده، چون آدمی به شباهت خدا آفریده شده بود و قرار بودش که معبدی باشه و مسکنی باشه برای حضور روح خداوند. عیسی مسیح اومد کفاره گناهان ما رو پرداخت کرد، خون مبارکش ریخته شد تا این معبدهای ما پاک بشه، تا روح قدوس خداوند بیاد در درون ما ساکن بشه. امروز من و برادر داوید از انجیل لوقا میخوام در مورد جاهای حرف بزنیم که عیسی مسیح به بیابان برده شد تا اونجا مورد وسوسه و آزمایش قرار بگیره. عیسی مسیح توی بیابان و در این آزمایش ها به ما تعلیم میده که ما وقتی که در معرض وسوسه ابلیس قرار میگیریم چطور قراره با سربلندی و پیروزی از این وسوسه ها بیرون بیاد. برادر داوید در خدمتتون هستم. مرسی برادر، سلامت باشید. خدا نمایسته مسیح چه اجل به شما برکت بده. برادر پس شما ما یعنی از انجیل لوقا باب 4 قرار بررسی کنم، چون که خود شما هم فرمودین که در وسوسه هایی را که ما قرار میگیریم خدا نمایسته مسیح چه اجل سرمشق برای ما گذاشت، چون او این همچون که شما فرمودید انسان، خدا انسان شد، کاملا انسان شد در این انسان، تا انسانیت را به ما بیاموزند. چون خیلی میاد میگه که مثلا میگه خب دین را به خیالتون بابا انسان باشید، و اینجا هست که ما باید وقتی که ما میگیم انسان باشید منظور ما کدوم انسان، منظور ما هیتلر، منظور ما صدام، منظور ما کیه، به کدوم انسان ما باید اشاره کنیم. پس اینجاست که خدا نمایسته مثل شاه جلال ما مسیحی ها وقتی که میگیم انسان، ما به خود به عیسایی که خدا هست انسان شده به اون اشاره مونیم. پس به ما را هدایت کنید که وقتی که خدا انسان شد در مقام انسان چه رفرنس یا چی سرمشق برای ما قرار داد. دقیقا برادر داوید، چون خدا انسان شد ما انسان رو در حد خدا بلند نمی کنیم. عیسی مسیح انسانی نبودش که ما تبدیلش کرده باشیم به خدا. عیسی مسیح کلام خدا بود و خدا بود و همذات با خدا بود که انسان شد تا سرمشقی به ما بده، همونطوری که گفتین. چون آدمی دنبال سرمشق گرفتن هست، یعنی حتی جایی که آدمی دیگه ای رو پیدا نمی کنه که الگوی خودش قرار بده، از طبیعت الگو می گیره. حتی بسیاری از رفتارات حیوانات رو آدمی اومده تقلید کرده و الهام گرفته ازشون، ولی آدمی سعی می کنه بیشتر دنبال یک آدم کاملتر بگرده تا اون رو سرمشق خودش قرار بده. و این مسئله مربوط به همه اعتقادات هست، در همه اعتقادات همه دنبال یک الگو می گردن، ولی عیسی مسیح اومد تا نشون بده که ما قراره به شباهت کی باشیم. عیسی مسیح در بیابان رفت به خاطر ما رفت. عیسی مسیح در بیابان رفت به خاطر اینکه قوم اسرائیل به بیابان رفت. عیسی مسیح در تصویر کامل قوم اسرائیل به بیابان رفت، در وهله اول و در وهله دوم به جای ما رفت تا الگویی برای ما قرار بده. در وهله اول به جای قوم اسرائیل رفت، چون وقتی که خداوند قوم اسرائیل رو برگزید بهشون گفتش که شما قوم خاص و برگزیده من هستید، ملک خاص من که قرار در قدوسیت زندگی بکنید و اون احکامی رو که من بهتون میگم قرار انجام بدین تا متمایز باشین از اطرافیان و از قوم‌های دیگه. وقتی خداوند به دست نیرومندش قوم بنی اسرائیل رو از بردگی مصر آزاد کرد، از دریای سرخ عبورشون داد و بعدش در بیابان 40 سال اونها رو آزمود، کلام خدا میگه که خداوند قومش رو به بیابان برد و اونها رو آزمود
تا ببینه در دل آنها چه خبر است، تا اون چیزی که در دلشون بود در رنج و سختی اینا بیارن بیرون و خودشون رو نشون بدن. و اونها شکست خوردن، در واقع در اون آزمایش ها به کرات قوم اسرائیل افتاد و عیسی مسیح در اون نمونه کامل اومد و از رود اردن در واقع تعمید گرفت تا نقش قوم اسرائیل رو کامل کرده باشه، تعمید گرفت تا نقش ما رو که بعدن قرار بود ایمان بیاریم کامل کرده باشه، تعمید گرفت و به بیابان رفت. ولی در اون 40 مدت به ازای هر سالی که قوم اسرائیل در بیابان بود، عیسی مسیح در بیابان بود یک روز، به ازای هر سال یک روز عیسی مسیح در بیابان بود، 40 شبانه روز در بیابان بود و مورد وسوسه قرار گرفت. ولی عیسی مسیح سربلند بیرون اومد. چطوری سربلند بیرون اومد؟ با کلام سربلند بیرون اومد. یعنی هر باری که ابلیس اومد و عیسی بفرم قبل از اینکه وارد این بشن، چون من یه خورده چون شما رفتین در از قوم اسرائیل را هم گفتین، یعنی شما میفرمایید که ما چون گفتیم از سرمشق چیز کردیم دیگه، آمدیم گفتیم در مورد سرمشق صحبت کردیم، شما گفتین خدا قوم اسرائیل از بندگی مصر، از خانه مصر نجاتت آورد در بیابان. وقتی که آورد در بیابان، در بیابان خداوند عیسی مسیح شجاعانه این قوم را گفت که اینا را بیازمایید تا در دلشون آنچه که هست بیاد بیرون. و بعد اینا شکست خوردن. بعد وقتی که اینا شکست خوردن، شما یعنی میفرمایید که انسان، اینا انسان بودن دیگه، در بیابان شکست خورد، درسته؟ بعد اینا که شکست خورد، بعد خداوند عیسی مسیح در مقام همون انسان ها آمد اینجا، شکست وارد بیابان شد که شما الان میخواید اونجا اون خداوند عیسی مسیح وارد بیابان شد، اون برای ما بگید که آیا شکست خورد یا نخورد. پس اینه که برادر که خیلی از ادیان میگه که مثلا پیامبران کامل است، مثلا انسان ها اینطوری هست، خب اونا هم انسان بودن، اونا هم مثلا خیلی هاشون در خدا ازشون استفاده کرد، ولی همین اشخاص شکست خوردن، درسته؟ اینجا هست که ما به انسان اشاره نمیکنه، ما چیزی به فراتر از انسان نیاز داریم که خداوند عیسی مسیح شاه جلال است. پس شما الان اون کار خداوند عیسی مسیح که اونا ناتمام گذاشت، خداوند عیسی مسیح تمام کرد، اون رو برای ما میخواهید بخونید و مقایسه کردین با اون قوم، درسته؟ دقیقاً همینطوره برادر دایی، چون ما کتاب مقدسی در دستانمون داریم که سراسر از شکست های انبیا و پیامبران و قوم برگزیدش داره حرف میزنه. یعنی در واقع ما کتابی در دست نداریم که اومده باشه اشتباهات مردان و زنان ایمانی رو که خداوند انتخاب کرده بود و اونا اشتباه کرده بودن، نیومده که اشتباهاتشون رو لاپوشانی بکنه، بلکه به ما میگه که اونها همه افتادند اگرچه خداوند آنها رو برگزید. تک تکشون افتادند و اگر زنده ماندند، اگر برکتی دریافت کردند، چون خدا بهشون وعده داده بود و چون خدا امینه به وعده هایی که میده و چون خدا فیاض و رحیمه، اونها زنده موندن و نسلشون و نوادگانشون اون وعده ها رو دریافت کردند. و در واقع این کتاب برای ما عنوان میکنه که همه افتادند، بیگناهی نیست حتی یک نفر، همه از فیض خدا و از جلال حضور خدا محروم گشتند. ولی در لابلای تمام این افتادنها شخصی به این دنیا آمد که او زمینی نبود، اگرچه آدمیان اون رو در وهله اول زمینی پنداشتند. او از آسمان آمد، انسان شد تا خطای انسان رو، تا اون اشتباه و افتادن انسان رو جبران بکنه و در نهایت کفاره گناهانشون رو هم پرداخت کرد. در ناتوانی انسان را، یعنی خداوند عیسی مسیح، جایی که انسان ناتوان بود، خداوند عیسی مسیح او تواناتر است و او کامل کرد ناتوانی ما را، درسته؟ دقیقا همینطوره، چون خداوند وقتی که آدمی رو آفرید، در کتاب پیدایش ما میخونیم که تاج سلطنت رو بر سر انسان نهاد و در نهایت این انسان بودش که میبایستی دوباره بر ابلیس غلبه کنه. این انسان بودش، یک انسان پارسا میبایستی بیاد و اون اشتباهات آدمی رو جبران بکنه و در نهایت انسان پارسایی میبایستی
کفاره گناه انسان رو پرداخت کنه، چون تاج سلطنت به انسانی واگذار شده بود که به شباهت خدا آفریده شده بود. برای همین وقتی که دانیال نبی در رؤیاهای شبانش آسمان رو میبینه و تخت جلال خدا رو میبینه، میگه کسی را دیدم که به شباهت پسر انسان بر ابرها نزد قدیم الایام آورده شد و به او سلطنت عطا شد. سلطنت او را پایانی نیست. یعنی در واقع دانیال نبی در رؤیایی که خدا بهش نشون داد ملاقات پدر و پسر رو دید و پسری رو دید که نزد قدیم الایام آورده شد، پسری که به صورت پسر انسان بودش. نمیگه به صورت فرشتگان بودش یا هر موجود دیگه، میگه صورت پسر انسان داشت و به او سلطنتی ابدی عطا شد. و خداوند به داوود هم گفته بود که از نسل تو کسی میاد که بر تخت تو میشینه که سلطنت او را پایانی نیست. پس چطور ما میتونیم یک انسانی رو متصور بشیم که سلطنتش رو پایانی نیست، انسانی رو متصور بشیم که مرگ برش چیرگی نداره، جز اینکه خداوند اومد و جسم انسان پوشید، کلام خدا اومد جسم انسان پوشید. بهتره اینو واضح در موردش حرف بزنیم. پدر نیومد جسم انسان بپوشه، کلام پدر اومد جسم انسان پوشید و کلام پدر پسر خوانده میشه. وقتی که میگیم خدا اومد جسم پوشید، کلام خدا اومد جسم پوشید و اومد در بیابان غلبه کرد بر ابلیس و کفاره گناهان ما رو پرداخت کرد تا اون تاج سلطنت دوباره به انسان برگرده. آمین. یعنی من یه بار دیگه باز تکرار میکنم، بعد میرم داخلی متن میخونه که من یعنی اشتباه نفهمیدم، متوجه نشده باشم. یعنی شما گفتین که خدا وقتی که انسان را آفرید تاج جلال را، یعنی انسان را تاج خلقت قرار داد و به انسان قدرت و اقتدار بخشید که بر خلقت خدا بر تمام چیزهای دیگر حکمرانی کنه و این تاج سلطنت داشت دیگه. اونجا تاج داشت، یک پادشاه خوب حتما سلطنتی هم داره دیگه، یک مثلا کرسی داره، برحال نمیدونم اینه چی میگه به فارسی، کرسی داره، از اون داره دیگه، تاج داره. این تاج جلال خدا به انسان داده بود. بعد شما فرمودین که انسان اون آدم اولی، اون آدم شکست خورد، آمد زیر سلطه ابلیس قرار گرفت، تاج جلال رو دو دسته تقدیم ابلیس کرد و دیگه ابلیس شد فرمان روای انسان. در واقع حکمرانی میکرد روی انسان، چون تاج انسان به اون داد، گفت تو رئیس من هستی دیگر. از خدا اینا فاصله گرفت، همه گناه کردن. پس هر کسی که از نسل آدم آمد زیر سلطه بود، کسی بود که پدرش آدم او رو پادشاه خطاب کرده بود، ابلیس. یعنی پس اینجا شما فرمودید که چون خدا انسان رو به صورت خودش آفرید، باید کسی از نسل انسان میمد، تاج جلال را که انسان به ابلیس داده بود از نسل همین انسان باید میامد، تاج جلال را از ابلیس پس میگرفت و به انسان بر میگردن این مقام را. ولی شما گفتین که مشکلی که اینجا پیش میاد، تمام نسل انسان زیر سلطه گناه هست، نمیتونه قاسی را. پس شما فرمودید که اینجا کلام پدر که پدر نیست، متضاد پدره، کلام پدر انسان شد، وارد خلقت شد، در مقام انسان جنگ انسان را جنگید، در مقام انسان تاج جلال را، اون اعتبار و اون حکمرانی را که خدا بهش داده بود، خدا در جسم انسان از ابلیس پس گرفت، ابلیس رو شکست داد، پس داد، یعنی به انسان بازگردان. بعد شما فرمودید که دانیال نبی هم در رؤیا اینو دید، قبل از اینکه این اتفاق بیفته، که در رؤیا دید که کسی شبیه پسر انسان، مانند پسر انسان آمد نزد قدم الایام که پدر هست. خیلی جالبه برادر، اونجا میگه کسی رو دیدم شبیه پسر انسان، یعنی به ما داره میگه که میگه او شبیه پسر انسان است، یعنی شبیه انسان است، در صورت انسان است. یادتون باشه او فراتر از انسانه، فقط انسان نبینید، میگه شبیه انسانه، در جسم انسانه، ولی فراتر از انسانه. چطوری ما میفهمیم فراتر از انسانه؟ میگه نزد قدیم الایام میره. کی میتونه نزد قدیم الایام بره؟ کسی که همزاد با قدیم الایام باشه، کسی که هم مقام با قدیم الایام باشه، میتونه در نزد تخت قدیم الایام که خدای پدر هست نزدیک شنه. که دانیال نبی اینو داره به ما میگه. بله. که و اینجا شما الان شما میخواین
این جنگ را از فصل 4 انجیل لوقا برای ما بگید که چطوری خداوند مایسه مثل این جنگ در این جنگ رفت وارد این چیز شد جنگ آمین. شد چون توی این جنگ عیسی مسیح میخواد به ما نشون بده که او وسوسه شد ولی گناه نکرد. اینجاست که نقطه تمایز عیسی مسیح با تمام کسایی که قبل از او اومدن و بعد از او قرار بود بیان. عیسی مسیح به بیابان رفت، 40 مدت غذا نخورد، گشنه شد و ابلیس اومد برای وسوسه کردن. و ابلیس میاد اینجوری شروع میکنه، میگه اگر پسر خدایی، اگر پسر خدایی. بسیار جالبه به خاطر اینکه توی باب قبل حتی لوقا هم برای ما گزارش میده این قضیه رو، یوحنا برای ما گزارش میده، اناجیل برای ما گزارش میدن که لحظه ای که عیسی مسیح تعمید گرفت در یک دم آسمان گشوده شد، روح القدس بر او نازل شد و بر او ماند و صدای از آسمان آمد که گفتش این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. یعنی در لحظه تعمید ما تصویری از خدای یکتای اسرائیل رو داریم، خدای تثلیث، پدر، پسر و روح القدس. پدر داره میگه این پسر محبوب من است و ابلیس میاد این رو زیر سوال ببره یا اینکه از این سوء استفاده بکنه، نه اینکه زیر سوال ببره، تا اون رو وسوسه بکنه و میاد با این جمله شروع میکنه که اگر پسر خدایی. چرا اینو بهش میگه؟ چون تازه تعمید گرفته عیسی مسیح و یحیی شنید که پدر گفت این از پسر محبوب من و خود عیسی مسیح هم که میدونست پسر پدر هستش، کلام پدر هستش. اگر پسر خدایی به این سنگ بگو نان شود. ابلیس میگه که میاد از گشنگی، از اون ضعف جسمانی که حال الحال عیسی مسیح درش قرار گرفته در مقام انسان، از اون ضعف جسمانی میخواد استفاده کنه، از اون گشنگی میخواد استفاده کنه. جایی که ما دو برادر داشتیم، فرزندان اسحاق، یعقوب و عیسو، عیسو با اولین گشنگی حق نخست زادگی خودش رو فروخت، تنها یک روز کار کرده بود و گشنه بود و اومد خونه و از گشنگی وقتی به یعقوب گفتش گشنه هستم به من غذا بده، یعقوب گفتش که حق نخست زادگیت رو به من بده که من به تو آش بدم. و عیسو اینقدر ناچیز و خار شمرد این حق رو که گفتش این به چه درد من میخوره، این برای تو، غذایی به من بده که جانم لذت ببره، جانم تازه. سیر بشه، تازه بشه. و اونجا برای همیشه اون حق رو از دست داد. و اینجا میبینیم که کتاب مقدس برای ما میگه در پایان آن مدت، یعنی 40 روز گذشته و وقتی که در ضعف جسمانی کامل عیسی مسیح، ابلیس اومده میگه اگه پسر انسانی به این سنگ ها بگو نان شود. ولی عیسی مسیح اینجوری جواب نمیده که معلومه که پسر، اگر پسر خدا هستی، نمیگه معلومه که پسر خدا هستم، تعمید گرفتم، آسمان باز شد، یحیی هم شنید، اونایی که اونجا بودن دیدن، شنیدن که پدر به من گفت پسر خدا هستم، الان میگم که نان بشه، خودم همه چی آفریدم، خودم خالق همه چیز هستم، الان به این سنگ ها میگم نان بشه. عیسی مسیح اینجوری جواب نداد، چون عیسی مسیح انسان شده بود و میخواست به ما الگو بده که در جنگ روحانی ما قراره چطوری برخورد بکنیم. عیسی مسیح اینجا از اون اقتدار آسمانی خودش استفاده نکرد، بلکه در اون مقام انسانی که از آسمان به روح القدس منصوب شد جواب ابلیس رو با کلام خدا داد و گفتش که مکتوب است که انسان تنها به نان زیست نمی کند بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر می شود. انسان تنها به نان زیست نمی کند. با کلامی که در تورات مکتوب شده بود ابلیس رو جواب میده و در بار دوم ابلیس اون رو به مکانی بلند میبره و در دمی همه حکومت‌های جهان رو بهش نشون میده و اینجوری میگه من همه این قدرت و تمامی شکوه اینها را به تو خواهم بخشید زیرا که به من سپرده شده است و مختارم آن را به هر که بخواهم بدهم. بنابراین اگر در برابرم سجده کنی این همه از آن تو خواهد شد. عیسی پاسخ داد نوشته شده است خداوند خدای خود را بپرست و تنها او را عبادت کن. عیسی مسیح در مقام انسان عبادت کرد،
پدر رو عبادت کرد. بسیاری میپرسن اگر عیسی خداست چرا دعا کرد؟ اگر عیسی خداست چرا عبادت کرد؟ اگر عیسی خداست چرا پدر رو پرستش کرد؟ عیسی انسان شد و در مقام انسانی پدر رو عبادت کرد، پرستش کرد و در دعا بودش. و باز بفرمایید، من فقط اینو تمام بکنم برادر، و باز با کلام خدا جواب ابلیس رو میده. و نکته جالب اینه که به ابلیس نمیگه که این حق به تو داده نشده یا تو توان اینو نداری که ثروت های زمینی ببخشی، بلکه میگه که مکتوب است خداوند خدای خود را بپرست. در واقع میخواد این تعلیم رو به ما بده که زانو زدن در مقابل ابلیس ثروت دنیوی به همراه داره، ولی دور شدن از جلال خدا و هلاکت رو هم منجر میشه. آمین. من اتفاقا میخواستم برادر به همین برگردم که چون اولش ابلیس میاد میگه که این آزمایش یه خورده اگه مثلا عمیق‌تر نگاه کنیم، مثلا ابلیس میگه هویت خدا نمایسه مسیر زیر سوال میبره. مثلا میاد ما که به شباهت خدا به شکل خدا آفریده شدیم، میاد هویت انسانی ما رو میبره زیر سوال و ما رو اینقدر گمراه مونه. کلام خدا حتی میگه خدای این جهان، ابلیس ذهن ایشان رو کور، یعنی کور کردن دیگه، اینقدر ما رو گمراه میکنه که ما دیگر انسان بودن خودمون رو هم یادمون میره. ما مثلا انسان رو امروز میبینیم که توی خیابان قدم میزنه، نمیدونه مرد یا زنه، اینقدر گیج شده، اینقدر تحت تاثیر ابلیس قرار گرفته، وسیله دست ابلیس قرار گرفته. ولی خدا نمایشه مسیح میاد تمام اینا رو داره پاک میکنه. نیاز نیست، میگه شما هویتت از هویت دفاع کنی. هویت شما یک حقیقتی هست که شما به شباهت خدا آفریده شدید. وقتی به خدا نمیشه مسیح ما ایمان میاریم، ما فرزند خدا هستیم. این یک حقیقت، ما نیاز نیست از این دفاع کنیم. این یک حقیقت ابدیه، چیزی که ابدی از دست رفتنی نیست، فقط ما باید درش قدم بزنیم. بله. چیز دیگری که برادر ما شما جلوتر در موردش گفتین، اون تاج جلال. بله. گفتین که تاج جلال را خدا به انسان داده بود. بعد ما زیادتر در موردش صحبت کردیم که انسان این رو به کی داد؟ به ابلیس. و اینجا ما میبینیم که از آیه 5 میگه سپس ابلیس عیسی را به مکان بلند برد و در دم همه حکومت های جهان را به او نشان داد. ما میبینیم که اینجا ابلیس هنوز اون اقتداره رو داره، چیزی تاج جلال را که از آدم گرفته اینجا داره بر روح آدم دوم که عیسی مسیح باشه بر روح اون میکشه. میگه نگاه کن، من اینو از اون گرفتم، تو خودت میدونی که این حقیقته، من دروغ نمیگم، اینو ازش گرفتم با این دست منه. بعد میگه به هر کی که بخواهم میدهم و به تو هم اگه جلوی من سجده کنی به تو هم میدهم. ولی خداوند ما عیسی مسیح اینجا سجده نمیکنه. بعد زیباییش اینجاست که وقتی که ما به خداوند ما عیسی مسیح ایمان میاریم، ما میبینیم که دیگر این قدرتی را که اینجا ابلیس بر روی خداوند ما عیسی مسیح میکشه دیگر در دستش نیست. این که ما از همینجا میفهمیم که خداوند ما عیسی مسیح وقتی که سر شریر را له کرد، این تاج جلال را از ابلیس گرفت. ابلیس شکست خورده است. حتی امروز حتی کسی هم بخواهد به ابلیس مثلا چیز کنه، تاج جلال یا دنیاوی چیز کنه، باز هم نداره، چون خدا همه چیز را از او پس گرفت. دقیقا همینطوره برادر داوید، حکومت و سلطنت در اختیار او نیست. علارغم این که ما هنوز میدونیم که کتاب مقدس به ما میگه که در مورد ابلیس در مورد خدای این دنیا حرف میزنه و میگه کسی که دنیا رو دوست بداره خدا رو دوست نداره. و بعدش توضیح میده یوحنا رسول در رسالش میگه که دنیا، منظور از دنیا مال دنیا و هوس چشم و خواهش نفس هستش. یعنی اینا چیزهایی هستش که هنوز ابلیس صاحبشه، که با زرق و برقش میخواد نشون ایمانداران بده که میگه بیاین اینا رو من به شما میبخشم، برای من سجده کنین. یعنی در واقع اون خدای دروغه، اون خدای نیرنگه، اون پدر شرارت و پدر دروغگویان هستش و او صاحب هوسها هستش و او صاحب مال فانی دنیا هستش. در حالی که پتروس هم در رسالش خیلی قشنگ حرف میزنه، میگه ما ایمانی داریم بس گرانبهاتر از طلا، حتی بس گرانبهاتر از هر چیز فانی. و این چیزهای فانی هستش که هنوز ابلیس این مار دورش میپیچه و به مردم پیشنهاد میکنه که دورش براش سجده بکنن که بتونه همچین چیزی رو بهشون ببخشه.
ابلیس همچون شیر غرانی هستش که عیسی مسیح دندونهاشو خورد کرده. ابلیس اون ماری هستش که سرش له شده ولی در خودش هنوز سم داره. ولی اگر من و تو امروز با ایمان به عیسی مسیح در عیسی مسیح گام بزنیم، اون سم بر ما کاری نیست. همونطوری که در آخرین باب انجیل مرقس عیسی مسیح به شاگردان میگه قبل از به آسمان بالا برده شدن، که میگه که مارها شما رو میگزند، سم هم حتی مینوشین ولی شما هلاک نمیشین. این شیر غرانی که دندوناش خورد شده امروز در فکر بلعیدن هستش، چون کتاب مقدس میگه که دشمن شما ابلیس همچون شیر غران در گردشه که کسی را بیابد تا او را ببلعد، در خودش فرو ببرد. در حالی که عیسی مسیح دندونهاش رو برای ما خورد کرده، تاج سلطنت رو ازش پس گرفته، و امروز این شخص ایماندار هستش که بایستی با ایمان در این اقتدار زندگی بکنه و قدم بزنه، مباد که در حیطه ابلیس قرار بگیره که ابلیس بتونه اون رو ببلعه. چون اگر با خدا باشیم، سم ابلیس نمیتونه شخص رو هلاک بکنه، ولی اگر در خدا نباشیم، دستمون تو دست عیسی مسیح و کلام خداوند عیسی مسیح نباشه، سم ابلیس میتونه اذیت و آزاری به عزیزان برسونه. آمین. پس چیزی رو که مثلا اینجا فرمودین، شما چیزی دیگری بسیار زیبا بود که خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال تمام اینها رو در مقام انسان با کلام خدا جواب داد. ما اینو میفهمیم که از خودمون باید بپرسیم که این کلام خدا برای کی آمده بود؟ خدا کلامش تورات را، شما گفتین خداوند عیسی مسیح تورات را گفت، یعنی جواب ابلیس را با تورات داد، که تورات را خدا از طریق موسی به انسان داده بود که انسان‌های اون زمان، انسان باید همون جواب را وقتی که در وسوسه قرار می‌گیره باید در جواب ابلیس بده، که انسان‌ها اتفاقا وقتی که در آزمایش قرار می‌گیره نه جواب نمیده که اون کلام یادش مرا هیچی، بلکه دو دسته خودشون را در اختیار ابلیس قرار میده. ولی خداوند عیسی مسیح از همون کلام که انسان باید استفاده می‌کرد، یعنی به ما میگه از کلام استفاده کن. شما گفتید خداوند عیسی مسیح از اون اقتدار الهیش استفاده نکرد، بلکه از کلامی را که به انسان داده بود، از همون کلامی عادی که برای این عادی، یعنی مثلا برای انسان عادی داده بود، استفاده کرد، ابلیس را شکست داد. دقیقاً در آزمایش سوم هم ابلیس اینجوری میگه، لوقا میگه ابلیس او را به شهر اورشلیم برد و بر فراز معبد قرار داد و گفت اگر پسر خدایی، ما میبینیم چند بار هی میگه اگر پسر خدایی این کار رو بکن و آن کار رو بکن، میگه اگر پسر خدایی خود را به زیر افکن چون درباره تو نوشته شده است، اشاره داره به مزمور، میگه درباره تو نوشته شده است که فرشتگان خود را فرمان خواهد داد تا نگاهبان تو باشند، آنها تو را بر دستهایشان خواهند گرفت، مبادا پایت به سنگی برخورد یا پایت را به سنگی بزنی. عیسی مسیح باز با کلام جواب میده و عیسی مسیح میگه که گفته شده است خداوند خدای خود را میازما. چون ابلیس همه این وسوسه ها را به پایان رسانید، او را تا فرصتی دیگر ترک نمود. برادر داوید، چند تا تعلیم بسیار عمیق توی این قسمت هستش. یکی اینکه ابلیس زمانی داره، یعنی وقتی زمانش به سر، نمیتونه دیگه مدام هی شخص رو وسوسه بکنه. برای همینه که کلام خدا به ما میگه که در برابر ابلیس ایستادگی بکنید که او از شما خواهد گریخت. اینجا هم ابلیس زمانش به پایان میرسه، میره و دنبال فرصت دیگری میگرده. در واقع این به ما این تعلیم رو میده که ما قرار مستدام در حضور خدا با کلام خدا قدم بزنیم، چون ابلیس دوباره دنبال فرصتی میگرده که دوباره بیاد و حمله بکنه. ولی نکته جالب این قسمت برای خود من اینه، برادر داوید، اینه که تمام وسوسه هایی که آدمی میشه رو میشه در این ستا خلاصه کرد. برادر داوید، وسوسه ها یا جسمانیه، خواهش نفس و جسمه، مثل وسوسه اول وقتی که عیسی مسیح گشنه میشه، چه خونها که آدمی برای شکمش نریخته، برادر داوید، چه خونها که به خاطر خواهش جسمش نریخته. ما میبینیم که یا برای جسم و نفس، خواهش نفس، مثل آزمایش از اول، وسوسه اول، یا برای قدرت هستش
برای قدرت، برای ثروت و قدرت و اینی که در یک جایگاه بالاتر از دیگر مردمان قرار بگیری و چه خونها ریخته نشده در طول تاریخ بر در داوید برای قدرت، که ما میدونیم چه خونها بسارت دیگران در واقع و چیزی که امروز در روزهای آخر میبینیم که همیشه بوده، اینی که همه دوست دارن پلتفرم های ایجاد بکنن که خودشون بشن شاخ، شاخ اینستاگرام، شاخ فیسبوک، شاخ نمیدونم فلان رشته، شاخ به مفهوم قدرت هستش. یعنی ما میبینیم که در وسوسه دوم ابلیس میگه برای من سجده کن، من به تو میبخشم، من تو رو بلند میکنم، من به تو شکوه میدم. و آزمایش سوم جایی هستش که عیسی مسیح رو به معبد میبره، جایی که اشخاصی به نام دین و به نام خدا، خدا رو آزمودن، به نام خدا اومدن کلاه برداشتن از سر مردم، به نام خدا هر گونه شرارتی کردن. یعنی اون بعدی رو داره ازش حرف میزنه که به نام دین، چون در مورد اورشلیم و معبد حرف میزنه، میگه عیسی رو به فراز معبد برد و گفتش خودتو بنداز پایین. یعنی اگر عمیق ما به این وسوسه ها نگاه بکنیم، تمام وسوسه هایی که آدمی درش قرار میگیره توی این ستا قرار میگیره و توی این ستا عیسی مسیح یک دستورالعمل ابدی رو به ما داد که با کلام خدا میشه پیروز و سربلند بیرون اومد، در مقابل خواهش نفس و گشنگی زیاد میشه ایمان داشت به کلام خدا که میگه انسان تنها به نان زیست نمی کنه بلکه به هر کلام خدا، و اینکه خداوند خدای خود را بپرست و تنها او را عبادت کن و اینکه خداوند را میازما. آمین آمین. و آزمایش سوم برادر برای من جالبی را که داره، یعنی در کلام خدا وقتی که ما میخوانیم در اون دو تا آزمایش اول، یکی جسمانی همچون شما فرمودید وقتی خواهش تن هست، ما گشنه هستیم میخواییم شکممون را سیر کنیم، و دومیش هم مثلا قدرت هست که ما مثلا برای به دست آوردن قدرت و اسارت دیگران تلاش میکنم که چند نفر را من میتونم هرچی بیشتر آدم اسیر کنم، من بالاتر هستم. و سومیش اینه که چون اینجا خدا نمایسته مسیح تمام این آزمایش ها رو با کلام جواب داد، بعد اینجا شریر هم یعنی شیطان هم اینجا یه خورده زیرکتر میشه، بعد این دفعه آزمایش سوم برای جالبی رو گفتم برای من داره، شریر هم میره کلام میگه، این دفعه میاد کلام خدا رو میخوانه و یکی کلام خدا رو میخوانه، و یکی اینه که شخصی میبره در فراز معبد، خدا نمایسته مسیح رو برد در فراز معبد. این برای خود من درسی را که داشت، من درس بزرگ، برکت بسیار بزرگ از این گرفتم برای خود من. وقتی ما به خدا، حتی ما به خدا عیسی مسیح وقتی که ایمان میاریم، ابلیس هست که پلتفرم هایی را از ابلیس هست که برای ایمانداران عیسی مسیح حتی فراهم میکنه تا اونها را ببره بالای معبد و با مخ بیندازه پایین که این ما یعنی هوشیار باشیم برای این که این خدا عیسی مسیح در پسر خداست، میدونید هویتش اقتدارش هم میدونید، ولی برد در فراز معبد، معبدی که جلال خدا اونجاست، گفت خودت از این جایی که جلال خداست بیندس پایین. و این درسی که من ازش گرفتم همچنان که شما فرمودید کلام خدا، و ما باید در کلام خدا باشیم توسط روح قدوس خدا هدایت شیم. دقیقاً همینطوره برادر داوید، چون این خطر برای بسیاری از ایمانداران و واعظان کلام هستش که به ناخودآگاه خودشون رو گم میکنن و حواسشون نیست که این ابلیسه که داره بهشون میگه که خودتو پرت کن پایین. به ناگاه شخص فکر میکنه که شفا دهنده خودشه، به ناگاه فکر میکنه که نجات دهنده خودش هستش دیگه، خودش تنهایی تنه میتونه یک کشور و یک سرزمین رو آزاد بکنه یا نجات بده. این اون خطری هستش که بیخ گوش تمام ایمانداران و خادمین و واعظین کلام هستش، چون ابلیس میبره بالای معبد و میگه که خودت رو بنداز پایین، در مورد تو فرشتگانش میان و تو رو حمل میکنن. و اینجاست که باید ما هوشیار، یعنی شما مهمه دقیقاً، یعنی همون پلتفرم که شما حرف زدین، یعنی گاهی اوقات خیلی جلوی چشم میاد اون واعظ، اون بشارت دهنده، اون کسی که حتی دست گذاشته برای کسی و کسی شفا دریافت کرده. ما همه ابزار دست خدا هستیم، ما این کلام رو موعظه میکنیم، کسی اگر ایمان داشته باشه میاد دست میگذاریم، دعا میکنیم،
دهنده روح القدس ما نیستیم، ما دست میذاریم، ما ابزار دست خدا هستیم. چشمه آب حیات عیسی مسیح خداوند هستش که روح القدس میبخشه، شفا دهنده خداوند هستش. این خدا هستش که عطایا میبخشه و مسحا میبخشه، ولی خدا ما رو در مقام همکاران خودش دعوت کرده که کلام رو موعظه کنیم و دست بگذاریم برای کسایی که عطیه میخوان، مسح میخوان، روح القدس میخوان دریافت کنن، شفا میخوان دریافت کنن و هر چیز دیگه. ما دست میذاریم، ولی در نهایت این خداوند هستش که دهنده شفا و عطایا و روح القدس هستش، نه ما. اینجا حواسمون باشه، خودمون رو گم نکنیم، خداوند خدای خود را نیازماییم. آمین آمین. حتی همینه که شما فرمودید که دست میگذاریم، فرمان همینه که به ما داده، خود خدا نمایشه مسیح داده که به نام من دست بگذارین، میگه به نام من، او دستور داده ما دست بگذاریم، به نام او دست میذاریم. ما اصلا کسی نیستیم، ما کیم؟ خدا نجات میده. برادر ما، پس وقتی ما داره به پایان میرسه، در مورد این آزمایش صحبت کردیم و این بسیار عمیق تر از این هست که ما بتونیم مثلا در یک ساعت تمام حقیقت هایش رو صحبت کنیم در موردش. در پایان برای بینندگان عزیز، یعنی این درسی را که مثلا ما اینو جمع کنیم، چی عزیزان میتونه از این بخش با خودشون ببره؟ ببینید، عیسی مسیح کلام خدا بود. عیسی مسیح وقتی که به بیابان میره، اینجا روح القدس بر او قرار گرفته، یعنی نمونه یک انسانی که توبه کرده در حالی که عیسی مسیح گناه نکرده بود. او نمونه شد برای ما، نمونه یک انسانی که توبه کرده، تعمید رو دریافت کرده و تعمید روح القدس رو دریافت کرده. کسی که توبه کرده، تعمید روح القدس رو دریافت کرده و در کلام خدا ساکن هستش، میتونه از هر بیابانی به قدرت کلام خدا و به قدرت روح القدس عبور بکنه و بر ابلیس غلبه بکنه. زیباترین جایی که در رساله ها میشه بهش اشاره کرد در مورد این قضیه، جایی هستش که پاولوس عزیز در رومیان باب 8 زندگی به واسطه روح رو برای ما حرف میزنه و میگه که اشخاص روحانی فکر میکنن و تحت حاکمیت روح قرار دارن و این به حیات میانجامه، ولی انسان نفسانی طرز فکر انسانی داره و به مرگ میانجامه. یعنی تقابل این که اگر ما انسانی باشیم در بیابان مطمئنا هلاک میشیم اگر زیر در معرض وسوسه ابلیس قرار بگیریم، ولی اگر در حاکمیت روح باشیم، میاد که به قدرت کلام خداوند پیروزمندانه از هر آزمایشی بیرون بیایم. چون عیسی مسیح مورد آزمایش قرار گرفت، او غالب آمد، ما به قوت نام او و به قدرت روح او در درونمون قرار ما هم غالب بیاییم. آمین آمین. هللویا. از آن این است خدا عیسی مسیح شاه جلال جنگ ما رو جنگید، نه تنها جنگ ما رو جنگید، همچنان که برادرمون فرمود، خدا عیسی مسیح شاه جلال روح قدوسش رو داد تا وقتی که ما به نام او ایمان میاریم، کلام او رو میخوانیم، در بیابان ها قرار میگیریم با قوت روح قدوس خدا عیسی مسیح شاه جلال. چون خدا عیسی مسیح شاه جلال شکست ابلیس رو، ما با قدرت روح عیسی مسیح عبور میکنیم از این آزمایش ها، سربلند بیرون میایم، چون روح قدوس عیسی مسیح بر ما قرار داره. ما شما رو به همین فرا میخوانیم. خدا عیسی مسیح شاه جلال با شما باشه. وقت ما به پایان رسید، تا دیدار دوباره شما رو در دستان روح قدوس خدا، خدا عیسی مسیح شاه جلال و خدای پدر میسپارم. خدا نگهدار. خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و می آید، بود پر از جلالت آسمان و زمین. سزاوار 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 ای بره خدا که خون خود فدا کرد سزاوار برکت، سزاوار حرمت، سزاوار جلال، سزاوار قدرت، سزاوار پرستش، سزاوار ستایش، سزاوار حمد و تمجید.
سزاوار شکرگزاری، سزاوار تمام دلم، سزاوار تمام جانم، سزاوار تمام فکرم، سزاوار قدرتم، سزاوار تمام دلم، سزاوار تمام جانم، سزاوار